رابطه با بحث تغییر زبان در نرم افزار 3D Max از ما سوال پرسیدین، اومدین گفتین که آقا جان چرا گاهی وقتا 3D Max ما با یک زبان دیگه ای برای ما باز میشه و ممکنه مثلا 3D Max ما بشه یه 3D Max جاپانیز یا نمیدونم بشه چاینیز یا نمیدونم بشه کورین یا لنگویج های مختلف دیگه برای 3D Max ممکنه تعریف بشه. حالا اینجا یه شوخی هم باهاتون بکنم، اینکه حالا شما چجوری تفاوت بین کره ای و چینی و ژاپنی رو تشخیص دادین، این خودش جای سوال داره. ببینید بچه‌ها، زمانی که شما می‌خواید نرم افزار 3D Max رو باز کنید، اگر که خوب دقت کنید می‌بینید نرم افزار 3D Max شما با لنگویج‌های مختلف اینجا نصب شده، یعنی اینکه الان نسخه انگلیسیش هست، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، کره‌ای و نسخه‌های دیگه رو دارید الان اینجا میبینید. مسلمه که شما 3D Max رو که میخواییم باز کنید نسخه انگلیسی زبان هسته احتمالا، پس در نتیجه شما باید از نسخه انگلیسیش بیاین استفاده کنید. به صورت پیش‌فرض وقتی که شما روی آیکون 3D Max کلیک میکنید، بر اساس تغییر زبانی که شما تعریف کردین قبلا میاد 3D Max رو باز میکنه. اما اگر احیانا 3D Max شما با زبان دیگه ای باز شد، مشکل از اینه که شما اومدین روی آیکون دیگه اینجا کلیک کردین و 3D Max رو به اشتباه با یک زبان دیگه باز کردین. علاجش اینه که یک مرتبه 3D Max تو با 3D Max ورژن انگلیسی بیاین باز کنید، وقتی که باز کردی 3D Max رو ببندی و زمانی که بستی از اون لحظه به بعد وقتی که روی خود آیکون 3D Max هم کلیک کنید، میاد با ورژن زبان انگلیسی برای شما باز خواهد کرد. بچه هایی که معمولا از ویندوز 8 دارن استفاده میکنن، به دلیل اون استارت منیوی در واقع که فول صفحه‌ای که میاد به شما اینجوری نمایش میده و کل آیکونا رو اینجوری میاد کنار هم میچینه، توی اون حالت شما یک ایراد دارید. اونم اینه که معمولا آیکوناش تایتل نداره. ببینید بچه ها، اونجا وقتی که شما یا نما آیکون 3D Max دارین، از کجا بفهمین که کدوم یکیش در واقع 3D Max ورژن انگلیش هسته بچه ها، یا نمیدونم اون فایل 3D Max 2019 خالی هست؟ علاجش اینه که ببینید بچه ها، وقتی که شما توی ویندوز دقت کرده باشین، موستون رو روی یک فولدر نگه میدارید، بغل اون فولدره یک تایتلی برای شما باز میشه و مثلا نوشته داخل این فولدره چه خبره. خب حالا توی ویندوز های 8 هم به همین صورته. وقتی که یه عالم آیکون کنار هم قرار گرفته، فقط کافیه که موست رو دونه دونه روی آیکونا حرکت بدی و ببینی که هر کدوم عنوانشون چی هست و در نتیجه بتونی اون 3D Max رو که نیاز داری رو باز کنی. به همین سادگی پس میتونید مشکل تغییر زبان نرم افزارتون رو حل کنید.